الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از ارکان ایمان که رکن پنجم هست که در این سری برنامه ها به آن میپردازیم، ایمان به روز آخر و قیامت هست. و مانند ارکان قبلی که عرض کردم، ایمان به الله، ایمان به فرشتگان، ایمان به کتابهای آسمانی و ایمان به انبیا و پیامبران الهی که چهار مورد بودند، مورد پنجم ایمان به روز قیامت هست. تمامی این اصول و ارکان ایمان در حدیث جبرئیل علیه السلام ذکر شده که از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال کرد اخبرنی عن الایمان، و رسول الله صلی الله علیه و سلم در پاسخ سوال حضرت جبرئیل علیه السلام فرمودند که الایمان ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و القدر خیره و شره. پس بنابراین پنجمین اصل از اصول اعتقادی و از اصول ایمان نزد اهل سنت و الجماعت، ایمان داشتن به روز قیامت و روز آخرت هست. روز آخر یا آخرت به این خاطر میگویند که بعد از آن روزی نیست، یعنی آخرین دنیا هست و آخرین مرحله هست. انسان معدوم بوده، به وجود آمده، مدت زمانی در شکم مادر بوده، بعدن به عالم دنیا آمده، از عالم دنیا منتقل می شود به عالم برزخ و از برزخ هم منتقل می شود به عالم آخرت. آخرت بدین معنی که آخرین مرحله زندگانی انسان هست. و روز قیامت را هم به این خاطر روز قیامت میگویند که از قیام هست. قیام یعنی سکونت کردن، یک جا ماندن، استقرار پیدا کردن. به این خاطر که آخرین منزل ما قیامت هست، یا بهشت یا علیاذ بالله جهنم هست مسیر کفار، و این ماندگار هست، هم بهشت ماندگار هست و هم دوزخ. به این خاطر میگویند که روز قیامت، یعنی روزی و زمان و عالمی که ماندگار هست و مردم در آن برای همیشه قیام خواهند کرد و در آنجا سکونت خواهند داشت. پس بنابراین ایمان به روز آخرت یا به روز قیامت یکی از ارکان ایمان هست که در میان تمام ادیان الهی و شرایع آسمانی این مشترک بوده: ایمان به توحید، ایمان به نبوت و معاد و روز قیامت، یک ایمان مشترک در میان تمام ادیان الهی هست. در دین اسلام هم بنابر آیات و روایات، ایمان به روز قیامت یکی از ارکان و پایه‌ها و اصول ایمان هست. هر مسلمانی باید به روز قیامت ایمان داشته باشد، وگرنه مسلمان نیست، به اون مؤمن گفته نمی شود، وگرنه اسلام را قبول نکرده. زیرا که ایمان به روز قیامت و آخرت یک رکن و یک اصل از اصول اعتقادی اهل سنت و جماعت است. وقتی که ما از ایمان به روز قیامت سخن می گوییم، در واقع باید اتفاقاتی رو که در روز قیامت برای انسانها و بشریت می افتد و مواردی رو که در قرآن و حدیث برای ما ذکر شده، الله و رسول برای ما بیان کردند که در روز قیامت چنین و چنان خواهد شد، باید به این موارد ما ایمان داشته باشیم. اولین موردی که لازمه ایمان به قیامت هست، ایمان به بعث هست، برانگیخته شدن بعد از مرگ، زنده شدن دوباره. ما میدونیم که برای انتقال از این دنیا به جهان آخرت انسان باید بمیرد، یعنی طعم مرگ را باید بچشد و با مرگ از این دنیا به دنیا و عالم برزخ منتقل می شود.
و از عالم برزخ دوباره منتقل می شود به جهان آخرت که جهان ماندگار و جهان قیامت هست. پس بنابراین هر مسلمانی باید ایمان داشته باشد که مرگ پایان راه ما نیست، بلکه مرگ یک پولی هست و یک وسیله‌ای هست که ما را از زندگانی دنیا به زندگانی آخرت منتقل می کند. البته در وسطشون هم عالم برزخ هست، یعنی یک جایگاه میانه و وسط در میان دنیا و آخرت، به عنوان یک حجاب و یک پرده و یک مرحله میانی هست در میان دنیا و در میان آخرت. ما ایمان و اعتقادمون این هست بر اساس آیات قرآن، احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که تمامی انسانها بعد از مرگ دوباره زنده می شوند. و آن هم با نفخه و دمیدن در صور هست. صور به معنی شاخ است و یک شیپور خیلی بزرگی هست که حضرت اسرافیل علیه السلام در آن می دمد و دو مرحله دارد. با دمیدن اول تمام موجودات زنده می میرند و با صور دوم، دمیدن دوم، تمام دوباره زنده می شوند. الله متعال در قیامت وقتی که صور را اجازه می دهد یا فرمان می دهد که دمیده بشود، تمام مخلوقات زنده دوباره زنده می شوند، احیا می شوند. و این احیای دوباره به همان کیفیت اصلی هست، همان گونه که الله متعال در مرحله اول ما را از هیچ به وجود آورد، معدوم بودیم، عدم محض بودیم، نام و نشانی نداشتیم، وجودی نداشتیم، الله متعال به ما حیات داد، زندگانی داد، ما را به وجود آورد. در مرحله دوم باز هم ما را زنده می کند. زنده کردن مرحله دوم از زنده کردن مرحله اول خیلی ساده تر و آسان تر هست. در مرحله اول انسانی وجود نداشته، موجود زندهی وجود نداشته، الله از عدم به وجود آورده. اما در مرحله دوم همان چیزی را که به وجود آورده بود الان مرده دوباره زنده می کند و با همان هیئت و با همان شکل و قیافه‌ای که در مرحله اول به دنیا اومده. یعنی در روایت اومده که وقتی که انسان‌ها برانگیخته می‌شوند، زنده می‌شوند، همه‌شون پای پیاده و پای لخت هستند، بدنشون عریان هست زیرا که تازه از قبر بلند می‌شوند، بر همون حالت اصلی که ختنه نشدند و مادرزادی چگونه بودند بر همان حالت به دنیا میان. الله متعال این بعث را، یعنی زندگی بعد از مرگ را، زنده شدن دوباره را در چندین موارد از آیات قرآن بیان فرمودند. آیات بسیار زیادی در این مورد هست. الله متعال می فرماید کما بدأنا اول خلق نعیده، همان گونه که ما در مرحله اول شما را آفریدیم دوباره شما را اعاده می کنیم، بازسازی می کنیم، دوباره زنده می کنیم. وعدن علینا، این یک وعده ای هست که الله متعال وعده کرده با خودش که دوباره ما رو زنده بکنند. پس بنابراین ایمان به بعث، یعنی زنده شدن دوباره، برخواستن از قبرها و زندگی بعد از مرگ، یکی از مفاد ایمان به روز قیامت هست. این اولین مرحله اش هست که بعد از این مرگ دوباره ما زنده می شویم به یک حیات جاویدان، زندگی جاویدانی که زندگی قیامت و روز آخرت هست. همان گونه که در آیات قرآن این مطلب بیان شده، در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم هم بیان شده. عرض کردم که در این زمینه آیات و روایات زیاد هست. تفاوت مؤمن و کافر در این هست که مؤمنان به روز قیامت ایمان دارند، اما کافران و بیدینان ایمان ندارند. الله متعال می فرماید زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافران گمان می کنند که دوباره زنده نمی شوند،
مرگ پایان زندگی هست و بعد از مرگ امید زندگی دیگری را ندارند. قل بلا و ربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. بگو بلکه قسم به الله شما دوباره برانگیخته می شوید و خبر داده می شوید، به اطلاع شما رسانده می شود که شما چه کارهایی را انجام دادید. و ذلک علی الله یسیر. این دوباره زنده کردن شما برای الله متعال کار بسیار ساده ای هست. الله متعال در سوره مؤمنون می فرماید ثم انکم بعد ذلک لمیتون. بعد از این زندگانی دنیا شما یک مرگ دنیوی را دارید، یعنی در زندگی دنیا وقتی که به دنیا اومدید باز هم توسط مرگ از دنیا می روید. ثم انکم یوم القیامتی تبعثون. برای بار دوم غیر از زندگی دنیویتان، برای بار دوم در روز قیامت و در جهان آخرت شما دوباره برانگیخته می شوید، دوباره زنده می شوید. پس بنابراین بعث بعد الموت، زندگانی بعد از مرگ، اولین مرحله از جهان آخرت هست بعد از عالم برزخ. این همین مطلب را رسول الله صلی الله علیه و سلم هم بیان فرمودند. در روایتی هست متفق علیه که حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما می فرمایند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند یحشر الناس یوم القیامت حفاتا غرلا. انسان ها در روز قیامت حشر می شوند. حشر یک مرحله بعد از بعث هست، یعنی بعد از این که برانگیخته می شوند، زنده می شوند، تمام انسان ها دوباره حشر می شوند، یعنی جمع کرده می شوند در یک جایی. همه اونها پای برهنه هستند و ختنه نشده هستند، یعنی بر همان اصل خلقت هستند. اصل ایمان به روز قیامت به صورت کلی یک ضرورت هست، هم در قرآن آمده هم در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و تمام مسلمانان و تمام ادیان به آن ایمان داشتند، یعنی یک اعتقاد متفق علیه و مورد اجماع تمام ادیان هست. و از نظر عقل هم وقتی که نگاه میکنیم باید چنین چیزی باشد که در دنیا اگر کسی ظلم و ستمی رو انجام داده در آخرت باید پاسخگو باشد، اگر کسی مورد ظلم و ستم قرار گرفته در دنیا باید یک مرحله‌ای باشد که به داد این مظلوم برسند، حقش رو از ظالم بگیرند، اگر کسی گناهی رو انجام داده باید مؤاخذه بشود، اگر ثوابی رو انجام داده باید پاداشی ببیند. و تمام اینها، این اتفاقات در روز قیامت می افتد. از اینجا هست که مرحله بعدی که ما به آن نیاز داریم، که باید به آن ایمان داشته باشیم، ایمان به حساب و کتاب هست. عرض کردم که از نظر دینی و شرعی و از نظر عقلانی باید یک مرحله حسابرسی باشد. نیکوکاران به پاداش اعمال خودشون برسند و بدکاران هم به سزای اعمالی که انجام دادند. اگر دنیا به اینجا ختم می شد و این ظلم و بیعدالتی که در میان انسانها وجود دارد اگر این ماندگار بشود و پایان کار انسانیت باشد، این با عدالت الله متعال تضاد دارد، بلکه الله متعال بر کسی ظلم نمی کند و اجازه هم نمی دهد که ظالم برای همیشه ظالم بماند، بلکه روزگاری خواهد رسید که الله متعال انتقام مظلومان را از ظالمان خواهد گرفت. نهایت و پایان کار نیکوکاران و بدکاران یکی نیست. سعادت و شقاوت دنیوی برای همیشه نیست، بلکه جهان آخرتی وجود دارد. چه بسا کسانی که در دنیا احساس شقاوت می کردند، مورد ظلم قرار می گرفتند، در روز قیامت سعید باشند
و آنهایی که در دنیا احساس شادمانی می کردند، احساس سعادت می کردند، شاید این سعادتشون ماندگار نشود. جهان آخرتی وجود دارد. پس بنابراین همیشه ما باید دعا بکنیم و از الله متعال بخواهیم که ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. پروردگارا سعادت دین را، دنیا را و آخرت را به ما نصیب بفرما. هم در دنیا نیک بخت باشیم و هم در آخرت نیک بخت باشیم. و پروردگارا ما را از آتش جهنم نجات بده. سعادت ابدی از آن کسی هست که ایمان داشته باشد و با ایمان از دنیا برود. و شقاوت ابدی از آن کسی هست که در دنیا کافر بوده و کافر از دنیا برود. چون این کسی در روز قیامت و آخرت سعادتی را نخواهد دید. امیدوار هستم که الله متعال سعادت دنیا و آخرت را و خوشی و نعیم دنیا و آخرت را نصیب همه من و شما بگرداند. تا برنامه دیگر و مطالب دیگر شما را به الله متعال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.